اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. جانم فدای ایران چون تا شعار ما شد در چارسوی عالم این افتخار ما شد. در سرزمین جاوید غارتگران رسیدند با پنجه‌های خونین پیراهنش دریدند انبان ثروتش را از خاک ما رو بودند در دست غیر دادند. اینها خودی نبودند چون غزه کعبشان بود بر دامنش نشستند دلهای اهل ایران با کار خود شکستند. حزب خدایشان را ابلیس راهبر بود لبنانشان وطن بود ایرانشان گذر بود. گفتن امام راحل حب الوطن حرام است آزار هرچه ملی است ما را ره و مرام است. هر کو که عشق ایران جان و جهان او شد مرتد فطری است او چون کفر او عیان شد. هم غزه گفت و لبنان هم مصر خانه اش شد هم در عراق روحش مذهب بهانه اش شد. فرزند صیغه ای شد ایران جاودانه با زخم های دیرین میخواند این ترانه. من خاک ماندگارم در هر زمانه پیدا ققنوس بی زوالم خاکسترم هویدا. علیرضا نوریزاده سه‌شنبه دوم ماه اکتبر دهم مهر ماه به شما سلام میکنم. تصویر پشت سرمو میبینید متعلق به مردی بود عاشق ایران من در آمریکا که دیدمش از یک بیابان باغستانی درست کرده بود که تمام گلهای ایران تمام میوه های اینجا اونجا بود. برادرش رو رژیم اعدام کرده بود. من پیشش رفتم اشک میریخت و سبدی از میوه ها برایم فرستاد. گیلاس مشهدی گلابی شاه میوه خراسانی خربوزه شخته مشهدی طالبی تیل سیب قند شمیران و انواع و اقسام میوه ها هر چی بگید هندوانه شریف آباد همه بود. این مرد نامش حسین خداداد بود بازرگانی صالح درستکار معتقد متدین که این رفیق دوستا شاگردای پدرش بودن جد و آبادشون حاج جواد و غیره و محسن و بقیه. این محسن ناجوان مرد رفیق دوست برادری داشت که برادرش رفت با فاضل برادر حسین خداداد تماس گرفت. حالا زندگی اینا رو از جمله این خونه که موزه زمان شد ازشون گرفتن. فاضل 10 سال خرج کرد حسین 10 سال خرج کرد زحمت کشید اینجا رو ساخت. 1 سال توش نشسته بود که
فتنه خمینی برپا شد و بر پایه این فتنه این خانه هم مصادره شد. حالا به چه دلیل؟ به دلیلی که لابد فاضل حرفای حاج جواد رفیق دوست گوش نکرده، یه 2 میلیونی برای آقا نفرستاده. به هر حال همیشه داغ این برادر تو دلش بود، فاضل، که چه برادر خوب بود. رفیق دوست اینا رو کشیدن به ایران، فاضل رو کشید، بعد برادری رفت 130 میلیون، نمیدونم چقدر رقم ها برای من دیگه اصلا معنا نداره، رفت قرض گرفت و پشتش رو حاج محسن امضا کرد و به اسم فاضل گذاشتن، پولو بالا کشیدن، فاضل رو به تناب دار سپردن. مثل حالا که الان اومدن، بله، 3 نفر از این تجار، از این محتکرین رو اعدام میکنیم، اما سرمحتکر بزرگ یعنی رئیس کلشون که بزرگترین محتکر همه چی در مملکت ما هست، حاج علی مقدم، آقای طاهری، اینا هم آقای شیرانی، دزدای بزرگ، رستم قاسمی، پسر آقای قالیباف، خود آقای رفیق دوست، همه میخورن و میبرن و سردار سلشگر حاج محسن رضایی خط اتوبوس تهران اصفهان. آقا اصفهانی هم نیستی، اقلا میذاشتی به علی گودرز و به اون طرف که اون بیچاره هم یه خط اتوبوسی براشون بود. در هر حال دردناکه. اما یه منظره دیدم خیلی تکونم داد. مادر ریحانه رفته بود سر خاک فرخزاد عزیز، فرخزادی که آقای خوشکوشک سینه شد درید، اون اکبر ناجوان مرد فچاله بود، گفت نوریزاده خوش فرخزاده کشته من. ای روزگار، فرخزاد عزیز دوست نازنین من بود. باری ببینیم مادر ریحانه بر سر مزار فرخزاد چه میگوید، نگاه کن. اینکه پروندهش در اجرای احکام باشه از زندان قرچک یا ندامتگاه شهر ری حرکت دادن، بردن رجای شهر و زمانی که پشت در زندان اسمش رو فریاد میزدم، مردم مهربونی که نمیشناختمشون از تلویزیون ها شنیده بودن اومدن کنار ما ایستادن، ماشین های کلانتری اومدن که متفرق کنن، اما مردم تکون نخوردن. من شهادت میدم که در 7 مهر 93 پیرزن و پیرمردی با عصا رو دیدم که وقتی ماشین کلانتری اومد حتی یک قدم عقب نرفتن و به همین دلیل، به دلیل اینکه اون مردم کافشاری کردن و ایستادگی کردن در اون چند ساعت، ریحانه رو برگردوندن. هرچند که 20 و چند روز بعدش برای همیشه این بچه رو از من گرفتن و تا روزی که زنده هستم نه از یادش کم میکنم و نه قدمی عقب برمیگردم، چون بعد از ریحانه صدها و صدها ریحانه ها، دخترها و پسرهایی پیدا کردم که به همون اندازه عزیز، به همون اندازه شجاع و به همون اندازه خواستنی هم. من با افتخار امروز اینجا ایستادم به دلیل اینکه این کمپین سنگ سکندری رو کمپینی علیه فراموشی میدونم. اگر دهه 60 مادران و خانواده ها اجازه فریاد زدن نداشتن، من با مادری صحبت کردم که برام گفت که من سرم رو توی بالش فرو می کردم و گریه می کردم، چون که اجازه نداشتیم ما به همسایه بگیم، به مراسم بگیریم و این سوگواری. مادر گرامی نازنین، امروز مادر دیگری با تو اشکبار است، زینب سکانوند رو هم در ارومیه اعدام کردن. رژیم جهل و جور و فساد بدون اینکه به درد این دختر گوش بده، سازمان عفو بین‌المللی آقای فیلیپ لوتر اعتراض شدید کرده، گفته اولا موقعی که ای رو گرفتین 15 سالش بوده، بعد یا 16 سالش بوده، بعد زیر شکنجه ازش اعترافات گرفتید، وکیل مدافع نداشته، چجوری حکم صادر کردید؟ اینا خود رجال میدونن، رجالن نه رجال. و
داستان این دختر خیلی دردناکه. میگن دختر از 9 سال میشه مجازات بشه پسر از 15 سال. از 9 سال. پس چرا وقت 9 سال نمیذاره رأی بده؟ چرا باید 18 سالش بشه یا 16 سالش بشه؟ 9 سال برای این گذاشتن که جانوری مثل ری شهری بتونه بره دختر 9 ساله علی مشکینی رو بگیره. برای این گذاشتن. زودم سنت پیامبر، مگه پیامبر دختر 9 ساله ابوبکر رو نگرفت؟ پیامبر گرفت، عاشق اون دخترم بود همه اون. شما که به اون بانو توهین میکنی، شما که دائم جنگ جمل رو به یاد میارید و ناسزا میگید به ام المؤمنین، چقدر تلخه. زینب رو هم کشتن، دختری دیگر که به جرم کشتن شوهرش هیچ که نپرسید شوهر از او چه میخواست، چه انتظاراتی داشت و با او چه میکرد. بگذاریم. اما امروز یک اتفاق مبارک افتاد. دولت فرانسه دارایی های متعلق به امنیت خانه مبارکه و دو شهروند رو مصادره کرد، توقیف کرد، که البته این دو شهروند یکیشون دیپلمات و اونم همدستش بود که میخواستن تو مراسم مجاهدین بمبگذاری کنن. حالا برنامه ریزی کرده بودن که آقای جولیانی وقتی اونجا هست بمب صدا کنه بره به هوا. اسدالله اسدی یکیشون بود که تدارک حمله رو دیده بود و اینا اومدن علا اموال. من نمیدونم وزارت اطلاعات تو فرانسه حتما داره، حتما چیزه. اما اتفاق مبارک دیگر این است که امروز افاقا به رادیو فرانسه گفتم رژیم جمهوری اسلامی از روز اولی که روی کار آمد یک چیز رو در صدر اهتمامات و مسائل مورد توجه خود قرار داد. یکیش مسئله ترویج اسلام ناب انقلابی محمدی ولایتی بود. این یکی بود. اینه که جزو اولین سازمانهایی که درست کردن سازمان تبلیغات اسلامی بود. سازمان تبلیغات اسلامی رو درست کردن، عراقی رئیسش بود، آدمای دیگه. و ابوالمشاغل بود و میگم آدمای مختلفی در اونجا بودن، بعضا آدمای خوبی هم توشون بودن. یکی اون حجت الاسلام زن بود که تو آخونده آدم روشنفکری بود، خیلی از بچه ها فرصت پیدا کردن فیلم بسازن. اما هدف چیز دیگری بود. به مرور سازمان های دیگه هم اضافه شد، بنیاد القدیر، بنیاد اهل بیت، مؤسسه اهل بیت، بعد همینجا که عراقی رئیسش شیخ محسن دوست، این هم از دوزدهای قهار سرگردن جمهوری اسلامی که برای بچه 6 ماهش تو لندن خونه خریده بود. و این سازمان ها زیاد شد. اینا بعد اومدن یه سازمان دیگه که درست کردن، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. یه وقتی اون آقای ترکمن رئیسش بود. این کارشون این بود که رایزنی فرهنگی درست میکردن توی کشورهای مختلف. تو 80-90 کشور الان رایزنی بی فرهنگی دارن. معمولا یه آدم کمی موجه رو از اون سازمان فرهنگ و تبلیغات میفرستن و اونجا عواملی که اونجا رو اداره میکنن مال امنیت خانه مبارکن و مال اطلاعات سپاه. تو غنا دارن، نیجریه دارن، جاهای مختلف دارن. تو مغرب درش رو بستن، تو الجزایر موسوی رو بهش اختار دادن، امیر موسوی رو، که اینا اونجا در مصر جاسوسی میکردن، در بحرین، در عربستان، در امارات، در جاهای مختلف. علاوه بر اینا شروع کردن نمایندگی های مقام معظم ولایت درست کردن، مثل هم که تو لندن تو اجور رود هست، اون تش نزدیک کیلبورن، که حجت الاسلام از دکتر شمالی رئیس اونجاست و نماینده آقای خامنه‌ای. همونجا محسن عراقی بود، دزد معروف. بله یه موقعی هم گفتن که این آقای محمدی گلپایگانی داماد دولت فخیمه وقتی میمد اینجا که سری به همسر انگلیسی و بچه ها بزنه درنگی در اونجا میکرد. و جالبه شب محرم عاشورا هم خانم های شیک لندن و آقایون شیک لندن و بعضی از این آقایون که چه بگویم براتون، کاسه به دست قیمه نظری از شمالی بگیره.
این مراکز غیر از اینا، غیر از دفاتر بین المللی مقام معظم رهبری که اغلب از سفارتخانه‌ها بودجش بیشتره، این مملکت دو تا حکومت داره، خیلی جالبه، ما سفارتخانه داریم اینجا، بعد از اون بعد دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری، سفارت تو سرش میزنه پولش رو جور کنه برای کارمند و غیره، میگن از مردم بگیرین، نمیدونم بابت پاسپورت بگیرین غیره، وقت آقای شمالی خرج میکنه 20 بچه پاکستانی برمیداره میگه اینا مشتاقان و آقان، میفرستنشون ایران، آدمکشی، ترور، بمبگذاری، یادشون میدن برمیگردوننشون. گفتم سفیر این آقای بعیدی نژاد رفته بود ملکه رو ببینه استوارنامه‌شو بده، خانومم با خودش برده بود. نگاه کن آقای بعیدی نژاد، بسیار خوبه همسرتون کار کیف دستی ایرانی دستشه، لباس ایرانی پوشه، ولی چرا این حالت؟ این خدیجه خانم آخه این چیه؟ بگو راست واسه قیافش، زن سفیر این آقای بعیدی نژاد، تو مثلا درس خونده ای، چرا تو سر زناتون میزنید؟ چرا همسرانتون اینقدر تو سری خور نشون میدید؟ من دیدم سفیرایی هم که با همسراشون میرن استوارنامه میدن، راست قامت خانمش، همین خانم سفیرمون در فرانسه آهنی، چه خانم تحصیل کرده با شخصیتی بود، چیه اینجوری وام داری میبرید؟ اینجا آقای سرمدی که اومده بود با همسرش رفت به دفتر ملکه، چقدر بده، چقدر بده. به هر حال در لندن 6-7 تا از اینا داریم، مرکز اهل بیت داریم، جامعه اهل بیت داریم، قدیر داریم، زنجیر زنان تیغ زن پاکستانی وابسته به اینا، جعفریه داریم در توتینگ، همه اینا پولش از کیسه شما ملت میاد. تو فرانسه هم یه مقدار درست کردن که مرکز الزهرا در شمال فرانسه نزدیک دریا، دریای مانش، یکی از مراکز عمده بود، هم تروریست ها اونجا میرفتن بیتوته میکردن، هم افکار آلوده زشت تروریستی رو رواج میداد. برای قاتلی مثل عماد مقنیه و مصطفی بدرالدین مراسم بزرگداشت میذاشت، دو جنایتکاری که دادگاه لاهه به علت نقش اونا در کشتن اون مرد بزرگ رفیق حریری محکومشون میکنه. البته هر دو رو سوریا کشتن با کمک سپاه، برای اینکه ترسیدن اگر اینا لو بیفتن، گیر بیفتن، پدر اینا در اومده، چون تعریف میکنن که چه جوری رستم غزاله نشست نقشه رو ریخت و آقای قاسم سلیمانی هم سهه گذاشت. حاج قاسم بغداد الان، راجبش براتون خواهم گفت. رئیس این مرکز که اونجا بردن این آقای یحیی قواسمی است و این آقا مقیم فرانسه بوده سالها، مراتب ارادت به مقام معظم ولی فقیه هم داره، عکسش هم با نماینده ولی فقیه در حج و رئیس سه حج، عکس مبارکشون هم با ایشون منتشر کردن. بله، علی قاضی عسکر. آقای قواسمی از ایران دیدار کرده، در کتابخانه مجلس میشه از زهرا مؤسسه فرهنگی است که به صورت تخصصی در حوزه اسلام شناسی با محوریت تشیع در اروپا کار میکنه، با محوریت حزب الشیطان، حزب الله، حزب الشیطان، با محوریت سپاه قدس و اطلاعات سپاه، با محوریت آدمکشی، و چه بسا نقش این تشکیلات فاش بشه در سربریدن زنده یاد دکتر شاپور بختیار، در کشتن سروش کتیبه و دکتر عبدالرحمن برومند، در به قتل رساندن دکتر رضا مظلومان استاد من، در کشتن که و چه بگویم، از این مراکز بسیارند و اینا رو در واقع یک پوشش برای اعمال تروریستی رژیم جهل و جور و فساد. دادگاهی هم در آلمان استرداد یک دیپلمات ایرانی به بلژیک رو باش موافقت کرد، یعنی همون آقای اسدی رو اومدن و تحویل میدن به بلژیک برای محاکمش. در هر حال این، بله اینم که با به 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 با
آقای قواسمی. بله مشاهده می‌فرمایید. از اخبار دیگری که باید بهش پرداخت، بعد از تجمع آخوندهایی که رفتن دستشون گرفتن که بله این رو به روحانی گفتن دل بسته، خلاصه برجام، به زودی نوبت تو هم میرسه، استخر سعدآباد در انتظار، استخر فلح در انتظار. حالا گفتن که تعدادی از تجمع حوزه علمی و اعتراض تعدادی از مراجع، حسین طیبی پر فرمانده تیپ امام صادق از سمت خود برکنار و به سمت معاونت امور روحانیون در کل سپاه منصوب شد. در قدیم یکی رو که برکنار میکردن به هر دلیل اشتباهی داشت، خب پوستشو میکندن تمومش. یه داستانی براتون بگم. ما یه دوستی داشتیم، آقای عادل طرفی، اینجا داشت آکسفورد دکتراشو میگرفت و چون در رابطه روابط ایران سعودی کار میکرد اینجا اومد، ما هم خیلی بهش کمک کردیم، چه در نوشتن رسالش، چه در اطلاعاتی که میخواست، سوالاتی که داشت، خیلی هم رفیق بودیم. بعد عادل بعد از اینکه فارغ التحصیل شد رفت به اشرق الاسد، دبیر یه بخش شد، بعد معاون سردبیر شد، بعدم سردبیر شد. خب ما 30 سال با اشرق الاسد کار میکنیم دیگه، رفیق ما بود و میرفتیم و میدیدیمش و مطلب مینوشتیم و کار میکردیم. عادل این زمیمه فارسی شرق الاوسط هم خیلی بهش بها داد و خیلی کمک کرد. و یه دوستی داشتیم دکتر علی پدرام، اونجا کار میکرد که اداره میکرد فارسی رو، خیلی هم خوب شده بود. عادل از اینجا رفت به، یعنی خط سیر عبدالرحمن راشد رو رفت، از اینجا رفت به العربی، شد مسئول العربیه و الحدث. عبدالرحمن راشد استفاده دود بعد از 12 سال به اوج رسون، از الجزیره صدها کیلومتر جلو زد رفت کنار، ولی در هیئت مدیره کل اون مؤسسه که ام بی سی رو داره و العربیه و الحدث رو باقی مون. عادل رفت اونجا، اول شد معاون عبدالرحمن شد، بعد عبدالرحمن رفت عادل نشست جاش. هنوز تقیب توقی نخورده، ملک عبدالله درگذشت و ملک سلمان اومد و کابینه عوض شد، عادل طرفی شد وزیر اطلاع، یعنی وزیر اطلاع رسانی، ارشاد به قول ما. خیلی برای من جالب بود، عادل 40 ساله، اون جوانگرایی که اول نشون داده شد عادلم، ولی خیلی کوتاه بود دوران وزارتش و کنار گذاشته شد، کنار گذاشته شد. حالا خلق خطایی کرد، کنار گذاشته شد، رفت از دور خارج شد. در جمهوری اسلامی یه گناهکار میان برکنار میکنن، مقام ارشد بهش میدن، معاون روحانیون کل ستاد، یه تیپ فرمانده بود، حالا معاون کل شده. غلام علی رشید هم معاونه. این دوتا رو با هم مقایسه کنید، مقایسه بکنید قوره ترش و با مثلا ازگیل. غلام علی رشید هم نمیگیم هلوه، ازگیل، ولی این یکی دیگه قوره ترشه است. بله، آقای عزت الله معتمد فرمانده جدید تیپی شدند که جز بخور و بخواب کاری ندارن و بیان تو خیابون شعار بدن و فش و ناسزا بگن. و نقشی که آقای خامنه ای به این تیپ داد در سرکوبی روحانیون، در بی حرمتی کردن به روحانیون، بله خیلی تلخ بود رفتاری که با آذری قومی داشتن، با مرحوم علامه رضا صد داشتن، با خیلی ها دیگه، حالا کدومشون رو بگم که رفتن خونه هاشون چه بلاهایی سوزوندن، چه آتیش هایی سوزوندن. و آقای سانعی رو مثلا ایداد. بریم به ترانه گوش بدیم. من این صدای پروار رو خیلی دوست دارم، خیلی صدای قشنگی داره و آدمی که یک دختره که باریک لاغری که اومده بود و در یکی از کاباره های مولان روژ برنامه اجرا میکرد، اونا بعد انقلاب شد، خودش و همسرش صاحب اون کاباره بودن، پا
خلاص رفت و بعد اومد از کشور بیرون و برگشت و بعد رفت پیش استادا موسیقی کلاسیک دم آموزش دید و فوق العاده شد، کار درخشان، کارهای روح بخش و دلکش و پروین و مرضیه رو چقدر خوب اجرا میکرد، تو بعد کارهای خودش. این ترانه خلیج فارس رو شما خیلی دوست دارم، به خصوص که شعرشو علیرضا طبایی دوست عزیزم گفته. سلام علیرضا، چقدر از بیخبریم، 40 سال 45 سال. خب با هم میریم گوش میدیم خلیج فارسو، با حال امروزمون مناسبه، با خونه حسین خداداد، موزه زمان. درود به پروا، آفرین، و درود به محمد شمس با این آهنگ زیبا و تنظیمش و رهبریش. ای کاش هنرمندا رنگ سازمان و حزب نگیرن. چقدر زیباست، چقدر زیباست. من یه بار تجلیل کردم از کار محمد شمس و سازمان مربوطه یعجوج و مأجوج مرحوم رجوی وادارش کرد بیاد به من ناسزا بگه، تو از کسی ستایش کنی به تو ناسزا بگه. خب اب ندارم. امروز تولد یک عزیز دیگر هم هست که سازمان مربوطه سوء استفاده های بدی ازش کرد، منوچهر سخایی، یک هنرمند نازنین برجسته و هنرمندی که بسیار دوستش داشتم، رفیق بودیم. در دورانی که من مخفی بودم ویلاشو در اختیار من گذاشت و من بیرون از تهران چندی در ویلای او بودم. مرد نازنینی بود و ایداد ایداد نمیخوام بگم آدم این ایدئولوژی ها و سازمان ها ذره و پشیزی برای رفاقت ارزش قائل نیستن و از آدم ها سوء استفاده میکنن، از رفاقت آدم ها با هم سوء استفاده میکنن. لعنت به این ایدئولوژی، لعنت به ایدئولوژی، چه ولایت فقیهیش، چه ولایت مرحوم رجویش، هر طرفش، چه استالینیش. البته آدم های با شرف توشون خیلی پیدا میشه، یک دکتر حسین بنی صدر، آدم با شرف، علی خاوری اینور تو حزب توده هستن، انسان های با شرف توشون زیادن. دوست دارم فریدون احمدی، فدایی بوده، با شرف انسان، خلیق، بسیار احترام بهش میذارم، کاخساز، اینا آدمایی بودن که حرمت میذاشتم. بیژن حکمت همیشه دوستش دارم، انسانهای وارسته هن. به چپ اعتقاد داشتم، تا چپ انسانی، سوسیالیسم واقعی رو باور داشتن، سوسیالیست واقعی بودن، تو مجاهدین هم بودن. اون ورداسبی دوستم که اینا آتیشش زدن با همسر. بماند بگذریم. حضورتون عرض کنم یه صدا هم بین ما خاموش شد که دیروز شاهید توی دکه خوب بهش پرداخت. حقیقتا باید، چون واقعا شاهید عاشقش بود. سالهای پیش، یعنی 32-33 سال پیش، وقتی ما رادیو 2 شروع شد و برنامه همون آغاز شد، شاهید تو اون برنامه موسیقی که داشت کسانی مثل شارل آزنابور اینا رو برنامه آهنگاشون رو پخش می‌کرد با ترجمه بسیار زیبا، و تمام آهنگای این ارمنی فرانسوی نازنین عالی بود. واقعا ارمنی ها در هنر و در ورزش یونیکن، یونیکن. به سرزمینی که رفتن عاشق اونجان، عاشقانه خدمت میکنن، فرق نمیکنه ایران باشه، لبنان باشه، قبرس باشه، فرانسه یا امریکا باشه. شعرم ارمنیه، خواننده بزرگ آمریکایی. و شارل آزنابور زنگ عشق بود. فرانک سیناترای فرانسه اسمشو بگذاریم، یه وقت اونو با الویس مقایسه کرده بودن. بزرگ مردی بود، قد کوتاه، کوچولو، صدای قشنگ، فیلمایی هم که بازی میکرد قشنگ بود. یادم از یه فیلمی بود چندی قبل دیدم، آخر فیلم وقتی پایان میگرفت، در واقع اون قصه عشق و خیلی هیجان انگیز پایان میگرفت، شارل آزنابور ایستاده بود و میخوند. گرفتار رویالتی داریم، نمیتونیم صداشو کامل پخش کنیم، یه دلنگ صداشو فقط بشنویم.
qu'un sans répit grattent leur guitare, ranimant du fond des nuits. فاروجان، چکنواریان، اندی خودمون که صداشو خیلی دوست دارم، ویگن نازنین، اندو، چقدر کارهای معرکه کردن برای ما و اینا همیشه در خاطر ما. خانم زاکاریان با اون شعراش درخشانن، همه تونو دوست دارم، همه تونو. ارمنی ها تو ایران که درخشانن و همه جا، همه جا یک ملت بزرگ با فرهنگ بزرگ، تاریخ بزرگ و وفادار، وطن پرست. یه دوستی داشتم رودولف آقا بیگیان، خیلی زود ما رو ترک کرد، خیلی زود. چقدر دوستش داشتم. با این آدم صابونچیان میرفتیم توی هتلشون پایین، یه استودیو درست کرده بود، فیلم برداری میکرد، پر زد و رفت از بین ما. وای بگذاریم، باز رفتم توی یادها و خاطره ها. حضورتون عرض کنم سه روز بعد از این ماجرای موشک پراکنی، حالا داستانهای تازه تری داره میاد ازن، دو تا موشک ها که عرض کردم خدمتون، هر دو هم ذوالفقار، در موقع بلند شدن میخوره زمین و خورد و خاکستر میشه، آسیبی هم میرسونه به مزرعه ها و خانه، یکی دو سه تا خانه روستاییان. این دستگل سپاه. اما چارتای دیگه که شلیک میشه در اون المیادین، وقتی به اونجا میرسه در اون شرق فرات، یکیش میخوره به یک انبار داعش، منفجر میکنه و یه مقدار آسیب هم به اطراف میرسونه. دو تا دیگهش بیهوده میخورن، ولی یکیش میخوره به منطقه مسکونی و یه درو میکشه. سپاه مدعی است که بله ابوولید لیبی و نمیدونم المشهدانی و اینا رو کشتن. حالا کی میدونه؟ پیم ثابت کنید چند تا پرتقال تو جعبه بوده، چه میدونه؟ کی میدونه؟ لشکر زعفر جینی سپاه خبر داره؟ چیزی که من دیروز شنیدم، گروه فسد، یعنی کردهای سوریه‌ای که به همراه یک گروهی از عرب‌ها یک نیروی مقاومت درست کردن، با دولت سوریه هم در ارتباطن، ترک ها خیلی از دستشون ناراحتن، ولی قدرتمندانه در چند جا داعش رو داغون کردن و حالا اونجا میگفتن برج العرب اسمشو، ولی اینا در چندین نقطه داعش رو خورد کردن. اینا با جمهوری اسلامی همکاری کردن به این معنا که دستگاه هایی که در واقع تارگت رو برای موشک ها و برای اون مرکز کنترل آسان میکنه، سهل میکنه دستیابی بهش رو، اینا رو نصب کرده بودن در چند نقطه، مثل همونه که مجاهدین برای صدام میذاشتن، در کنار ساختمان ها میذاشتن، هواپیماهای عراقی ردیابی میکردن و میزدن، یا موشک ها همینطور. و قصدش این بود هرچه تلفات بیشتر بشه امکان شورش عمومی بیشتره، اینم هدفشون. این موشک های ذوالفقار که اینا زدن، مدعیان اینا تو خانواده فاتحه، مدعیان که بقیه موشکایی که کار کرده قیام بوده، از نوع قیام که 500 تا 800 کیلومتر برد داره، برد موثر داره، و فاتح 110 با برد 300 کیلومتری اینا یه بوستر کره شمالی اومدن توش گذاشتن، سرعتش رو 200 کیلومتر بالا بردن. نمیدونم بچه‌ها عکس ذوالفقار رو دارن براتون نشون بدن یا نه. در حال این از سوخت جامد هم داشته، موقعی که پرتاب میشه از دودی که ایجاد میکنه میشه فهمید که سوخت جامد بوده. یک عنوان رادارگلیس هم برای موشک ها گذاشتن. 8 متر 86 سانت طول این موشک هاست و 61 سانتی متر قطرش هست، 3450 کیلوگرم وزنشه و از سوخت جامد استفاده میکنه و 3.5 سرعت صوت هم میره. اینا اسمشو گذاشتن ذوالفقار نقطه زن، یعنی یک دونه عدس بذاری اونجا این ذوالفقار میره میزنتش. منتها عدس شرق فراته، اینا میرن یه دهکده تو خود کرمانشاه رو میزنن. اینقدر دقت ارزیابیشون جالبه. یک موشکی از سمنان شلیک کردن و هدف این موشک بیابان‌های اطراف ایران شهر بود.
بله این ذوالفقار که تو مانور اخیر نشونش داد. موشک به جای اونجا رفت به یک منطقه در نزدیک زاهدان اصابت کرد و باعث کشته شدن و مجروح شدن عده زیادی شد. بعضیتون از من سوال کردید آقا این قیمت دلار که اومد پایین یه دفعه از 20 تومن اومد و 18 تومن 17 تومن نمیدونم امروز چنده، آیا این واقعیه؟ نه واقعی نیست، این واقعی نیست، این بازی خود دولت که بهتون گفتم 20 تا که میکنن بعد که میکنن 18 تا 17 تا شما میگین خدا رو شد چه خوب شد. تو گزارش میخوندم که مردم ریختن طرف بازار دلاراشون رو بفروشن مبادا کمتر بشه، خب اینم یه راهشه. این وسط ببینید دولت چقدر سود میبره، حقوق رو در میاره دیگه به مردم بده، ولی لطمه‌ای که این به پول ملی میزنه یه لطمه غیر قابل جبرانه، کمان که بدونید این کنترل نیست. دو روز دیگه بالا میره و وقتی آقای ترامپ مجازات رو از 4 نوامبر برقرار بکنه خیلی بالا خواهد رفت، خیلی بالا خواهد رفت. اینا رو بهتون میگم نه اینکه بترسین برین حالا دلار بخری یا نخری، اون بستگی به خودتون داره. مردم دلار بخره دلار بفروش نیستن، شما صراف نیستید. اون آدمایی که آگاهی دارن تو این زمینه میدونن، خب میرن و از این بابتم سودهای کلان میبرن، ولی نه شما. موضوع دیگری که میخوام براتون بگم مسئله عراق. حاج قاسم سلیمانی دیروز از 5 بعد از ظهر تا 4 صبح، اینو که میگم تا 4 صبح، فائق شیخ علی نماینده مجلسی که از آدمای حسابی که خیلی دوستش دارم، آزاده و مستقل به معنای واقعی، پیگیری میکرد. او گفت که حاج قاسم تا 4 صبح مشغول گفته بود. اولا به کردا گفته که شما باید جمع بشین با هم یک نماینده معرفی کنید. الان درگیری که بده، امیدوارم تا الان مسئله حل شده باشه، حالا میبینم اگر حل شده باشه خبر میدم بهتون. قرار بود کردات در نهایت بیان و آقای دکتر برهم ساله رو معرفی کنه. حتی به برهم ساله از یه طرف گفته شد اگه تو کنار بری یکی از دو وزارت خونه ای رو که خواستی، خارجه یا وزارت دارایی رو بد میدیم. برهم ساله گفته نه، من یه مسئولیتی دارم باید اجرا کنم. حالا چاله بینید که خانم آقای طالبانی هیروخان اومده از فردی که بچه اون حزبه یه مدت قهر کرده بود از دست شما، حالا برگشته نامزده ایشون رفته به آقای حسین فؤاد مال رئیس دفتر آقای بارزانی به اون رأی بده. اسباب تأسف هیروخان. حاج قاسم در این حال با شیعه ها هم حرف زده، صحبتش این بوده خیلی خوب بیایم اینجا نماینده حزب دموکرات رو رئیس جمهور کنیم، چون جمهوری اسلامی با دکتر برهم ساله خوب نیست. دکتر برهم یه شخصیت مستقل مورد احترام جامعه بین‌المللیه. بله بیایم آقای رئیس دفتر آقای بارزانی رو به ریاست جمهوری انتخاب بکنیم، بعدم بشینیم با هم دیگه برای نخست وزیر به توافق برسیم. جمهوری اسلامی به شدت با گزینشی که عراقی ها اکثرا دلشون میخواد مخالفه، با عادل عبدالمهدی هم مخالفه، یعنی هم با دکتر حیدر عبادی مخالفه هم با هادی العامری. اونا میخواستن اون مدرک اوباش هادی العامری رو بیارن رو کار، چون خون و پوست و گوشت و سر و پاش و دستش همه این جرثومه اسلام ناب انقلابی محمدی ولایی توش هست و اونو میخواستن. نوکر خوبی هم بود براشون، ولی بعد خود او دید اعتباری نداره. آقای سیستانی گفت تو اصلا پاشو بزاله قلم میکنم پاشو، من با مداخله آقای سیستانی مخالفم، آخون نباید توی کار سیاسی دخالت کنه. ولی همینقدر که آقای سیستانی درک کرده که آدمی مثل هادی العامری یا نوری المالکی اینا بلان مصیبتن برای ملت عراق، اینا نباید بیان، این خودش خیلی قابل توجه. تا نیمه های تا بامدادان
مشغول صحبت بوده که خلاصه ما اینجوری اراده فرمودیم. گوینده العربی از شیخ علی پرسید آیا این توهین نیست که قاسم سلیمانی پاشه بیاد به یه عراقی بگه من اینجوری تصمیم گرفتم؟ گفت برای سنی ها میکنن، برای کرد ها میکنن، برای شیعه ها میکنن، چون وقاحتشون حد و مرز نداره. بله، دو تا کلیپ هست که دلم خواهد ببینی. به مسائل داخلی هم یه خود بپردازم. یکی این که یکی از فیلم های تبلیغاتی جناب آقای دکتر حسن روحانی رو 6 سال پیش در دوره اول مبارزات انتخاباتیش، یه تیکه کوتاه رو ببینید، بعدش من حرف دارم. که گوجه زیاد بود ولی نمیدونم چه جوری شد یهو گرون شد. ما خودمون هم مونده بودیم. من دیگه پولم نمیرسید برم گوجه بخرم بیارم بفروشم. اینجا از سال 92 به این ور دیگه این چنین نوسانی نداشته. داره بهتون مژده میده گوجه ارزون میشه 8000 تومن. حالا بشنویم درد و دلای چند تا هموطن رو، درد و دلاشون به این روزگاری که باش روبرو هستید. 4 تا کارگر رفتن خودشون رو آتیش زدن برای 1200. لعنت به این زندگی. من الان 3 ساله به بچه‌ام گل دادم برای دوچرخه میخرم. تو قبول بشی من میخرم. دروغگو شدم 3 سالی بابا کار میکنه. میگم تو برو دعا کن بیتن. میگه بابا من همیشه بیدم جلو مسجد اذان میگه من دعا میکنم. برای چی فیل نگیرم؟ فیل میگیرم. میگیرم در نونوای موتور رو بردی، نیرو انتظاری موتور من برده. من آجز شدم، من در مونده شدم، من بیجاز شدم، من خود خلیم شدم. آه دوست داری آشغالا رو جمع کنی بفروشی وقتی بزرگ شدی؟ آره؟ یه آرزوی بزرگ بکن. آرزو آرزو چیه؟ آرزو اینه پسرم، یه پیش خود فکر کنی خدایا یه روزی میشه که پدرم شادمانه بیاد خندان دست به هم بماله دوچرخه رو برای من خریده باشه، یه روز پدرم بیاد با دست پر میوه های خوب برام آورده باشه، مادرم با شادمانی لباس نو تنم کنه. آرزو چیه؟ آرزو اینه که ایران سربلند باشه، ایران سرفراز باشه، پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان بر بلندای البرز در اهتزاز باشه. ایران روزی است که از شر عمامه به سران دروغ زن فریبکار رها شده باشه، روزی که فریدون از البرز کوه به زیر بیاد، روزی که کاوه چرمین پوش قصر ظلم اینها رو بر سرشون فرو ریزد. آره پسرم، آرزو اونجاست. اصلا باورم نمیشه. و بعد میگم آقای روحانی چه جوری تو چشم مردم نگاه میکنه، تو چشم مردم و این حرفا رو میزنه. حالا یه تیکه دیگه هم براتون میخوام پخش کنم. گویا این که اینا تکرار داغ دل آدمو تازه میکنه، اما دلیل این که من اینا رو پخش میکنم بیشتر به خاطر فرزندانم است، نسل جوان. بدونید که پدران شما چه خطایی کردن. این آقا الان رئیس جمهوری شماست و این رفتارش در برابر آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه. نگاه کنید تا بعد اون کسی رو که ما با چشم گریان بیرون کردیم اونم براتون بیارم. اول اون رو نگاه کنید. Very nice. How are you? I have to come to New York to see you. Back off. Anyway, thank you. Thank you.
باید برای دیدن تو می اومدم نیویورک. طاغوت هم ما با مهمانان فرانسویش اینجوری حرف میزن. Ceci n'avait pas beaucoup d'importance à mon égard, mais si je me dédie d'une telle façon complètement à mon pays, j'aimerais que les choses qu'il faudrait faire pour l'avancement de mon pays et une justice sociale complète dans mon pays réussissent. Et dans ce domaine, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir à donner à mon peuple une base de justice sociale égale, sinon plus. درسته دیگه، گفت عجب ما چه کردیم چه کردیم. بعضی وقتا دوستان من صحبت میکنم میگن آقا اون زمان مگه یادت رفته؟ خود تو گرفتم، بچهای دیگه تو که زیاد نبود، ولی اونایی که رفتن پوزشون کردن، گل سرخی غیره و غیره، همه اون سیئاتو میذارم توی یه دونه ترازو و بهترین عمل کرده اینا رو این طرف میذارم. اون سیئات هنو از این بهتره، نه که بنده از ساواک خوشم میاد یا از شکنجه، نه نه، اما در این حال ساواک مقربی رو میگرفت، ساواک کارهای ضد اطلاعاتی هم داشت، جلوی جاسوسا رو میگرفت. ولی الان شما با کدوم چیز مثبت؟ دخترک 15 ساله به زور شوهرش دادن، شوهره آزارش میداده، آزار جسدی میداده، به نوع وحشتناکی باهاش روبرو میشده، حالا میان اعدامش میکنن. مهم ریحانه بیگناه رو، سه جوون دست گل کرد رو، لعنت به شما باد. بعدم داستان اهواز رو که بیلیاقتیشون، توطئه‌شون، 30 نفر رو به قتل رسوندن. برای چی؟ برای اینکه بهم میگن با داعش قویان. این نمایش احمقانه ای که با موشکاشون دادن، چه داریم میگیم؟ بعد دخالتشون، الان معاون آقای عبدالملک حوثی به تهران آمده که چی؟ چند تا موشک دیگه بگیرن برن موشکا رو بزنن سعودی ها با پاتریوت بزنن، هر بار یه 7-8 میلیون دلار دود بشه به آسمون بره و یمنی ها بدبختر بشه. افسوس میخورم، یعنی واقعا درباره یک رژیمی داریم صحبت میکنیم. یه خانمی رو گوش بدید راجع به مشکلات کشور 20 سال پیش، گوش بدیم اینو، جالبه. وضعیت جامعهمون، وضعیت اقتصادی نابسامانمون، وضعیت جوونامون، هیچ چیز عوض نشد. ما خود من یه جوونم، کامپیوتر میخونم، دانشجوی کامپیوترم، ولی میدونم هیچ آینده‌ای ندارم، هیچ چیز تو زندگی من تغییر نمی کنه. جامعه من گرفتار بانبازی و پارتی بازیشه، جامعه من بیمار روابط و ضوابطشه، من نمیتونم کاری بکنم. چقدر امثال من لیسانس بیکار توی خیابونا بیسته، چقدر بسته من هستم، یه چند تا لیسانس و فوق لیسانس بهتونش. 20 سال پیش بودیم، 20 سال بچه شد، ایران سر بلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.